بر اساس گزارشی که سه‌شنبه منتشر شد، یک گروه تروریستی مورد حمایت رژیم ایران در منطقه مثلث مرزی آمریکای لاتین پولشویی می‌کند. چنین فعالیت‌های غیرقانونی در منطقه بین تقاطع آرژانتین و برزیل و پاراگوئه به مدت طولانی منبع نگرانی مقامات امنیتی آمریکا بوده. نشریه ترومپت گزارش جدیدی از شرکت مشاوره ریسک سیاسی ایسی متریکا منتشر کرده است. این گزارش برآورد می‌کند که اقتصاد بازار سیاه در منطقه مثلث مرزی آرژانتین، برزیل و پاراگوئه 43 میلیارد دلار بیش از کل محصول ناخالص ملی پاراگوئه است. سازمان تروریستی مورد حمایت رژیم ایران، حزب الله، به ویژه در این منطقه فعال است و از سهم خود از پولشویی برای کشتن شهروندان آمریکایی و همپیمانان ایالات متحده در سراسر جهان استفاده می کند. وال استریت ژورنال گزارش داد پولی که به حزب الله از شبکه‌های غیرقانونی لبنان می‌رسد، نگرانی ویژه‌ای برای مقامات ایالات متحده است. رژیم ایران و نیروهای نیابتی آن نقش مهمی در جنگ داخلی سوریه در حمایت از بشار اسد ایفا می‌کنند. همچنین ممکن است حزب الله از شرایط روبه وخامت در ونزوئلا سوء استفاده کند تا نفوذ خود را به شمال آمریکا گسترش دهد. کارشناس متخصص امنیت جوزف هامیر، مؤلف کتاب نفوذ استراتژیک ایران در آمریکای لاتین، اخیراً گزارش داد معاون رئیس جمهور ونزوئلا طارق العصیمی سوری الاصل متهم به اعطای پاسپورت به صدها عامل حزب الله بین سالهای 2008 تا 2012 بوده است. پروژه کاساندرا یک تحقیقات مخفی شامل 30 نهاد امنیتی آمریکا و خارجی بود. این تحقیقات نشان داد که حزب الله 1 میلیارد دلار در سال از قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح و پولشویی جمع‌آوری کرده است.